جون مادرت بیخیال. تو عروس داره امروز عروس داره آزاد خانم دیگه با این مشتری های بی موقعش هرچی هم بهش میگم گوش نمی کنه بچه اینقدر ندار برو بگه بشین نلان شما دارین چی کار میکنین داداش بگه با تو نیستم بچه چی بابا این پری صبح تا شب داره این حیات آب جارو داره میکنه تمام کاشی ها همه لغ شدن دارم درست میکنم دیگه امروز باید درست میکردی؟ بعد آبروداری میکنم با خواستگارا نیام پاشون رو کاشی بزنم آب بریزه روشون بده خدا امروز وقتش نبود نگران نباش با من بگم اوشتی من کوچه رو سر تا سرش رو کفتازی میکنم تو نصف روز این که چیزی دیگه چهار تا کاشیه نگران نباش برو تا قبلش به خواستگارا بیان درسته برو پیش بابانه بچه قرب خیر عروس خانم کی رسیدی مادر من الان رسیدم مامان احمد چی احمد تو واکن ببینم چوبون نداره بخن تو این اوضاع مامان میشه خندی بعد 100 سال بهش عروس خورده سخت نگیره من قربونت برم دوش نزن ما بعد تبخال میزنی از من فکر میکنم که چوبون داره که روز خواستگاری عروس باشه تو خونید مامان جان من که میدونم امروز هم قرار آبروی بنده بره توی خونه خوصه بعد نزن بیباری تو اتا خوزن به سیر رنده کردم بذار رو عبروی پر باش بشن سیر امروز آخی خانما این تنها سالونیه که ایجو برای شما چی درست کرده فضای سالون نفر بعدی خانم بعدی باشه چشم پری جان دست به جان من ببین چند تا مشتری نشسته دیه تو که میدونی پری و شریف همه رو حریفه واسه همه وقت دارم بهتری مواد استفاده میکنه یا خیلی خوب شدی مبارکتان باشه خیلی قشنگ شدی خانم کجا میدونی بخ بخ عروس خانم تا اینجا چیکار میکنی خوبه حداقل اینقدر جا گیرم اومد تو این حیاط وایسم وا ببخشیدا که ما به خاطر شما داریم زحمت میکشیم پول در میاریم به زن داداشه بگو موها رو جمع کنه بازه شروع کرد آره نه با آدتشه تو بهش بگو بگو آخه من که نمیتونم این پروانه بیچاره دست تنها بذارم نمیدونه ابروی عروس رو ورداره ریمل بزنه به خواهر عروس میزامپلی کنه مادر دامادو اصلا بیچاره دیوونه شده برای همینی که چی من دارم اونجا کمک میکنم پریشان میمیرم چند نفر دیم نوبت دادم ها الان میام شما مگه آرایشگری بلدیم همه میدونن که پریوش از شاسکوف آلمان مدرک داره مدرک تافت اصلا نگران نمیشیم بیا دیگه بعد دقل بیا روز شفی میگفت روزای کاریشو بذاره واسه بعدن این هم نمیشد آخه تو که داداش خودتو میشناسی وقتی ویرش میگیری یک کاری رو بکنه ایش که جلو دارش نیست الان هم ویرش گرفت پری یه جارو بزن تو حیاتو ببخشی خانم باید زدم این موها رو برده اینجا مهربان جون میگم نظافت چیه بیان جارو کنن حتما آقا مگه نمیبینی بساط عروس و عروس برونه این تو وضعیت چیه درست کردی؟ این پنج چیه همه رو کشت تخبرو را بابا به من چی کار داری؟ تو این شلوغی که زد میزنه گربه داری میرخصه چشت به همین بیل و یه پاگو پاکه خیلی خوب جمع کن آقا این موقعی شکستان جمع کن ببر بیرون بیا داداش تو تحبیل بگیر بچه نره رو اون کوداغ برو پیش مادرت وای سرمون رفت اینا نمیخوان جمع کنم برم چی میشد مشیعقوب
یه عروسی واسه من میگرفت، اینقدر حسرت به دل نمیشدم. مادر شما با داشتن پسر بزرگ و عروس دنبال عروسی بودی؟ خوبه تو هم، مگه من چیم از فیروز خانم کمتره؟ تازه اون دوتا دختر داشت، من فقط یه دونه پسر. بچانسی نمی بود که داماد پدر عروسم بود و چشش تو دهن دخترش. بلم کن بابا، مادر این حرفا چیه میزنی؟ خیلی زدگی قشنگی داشتی، حالا یه دشستی داری شاخ میزنی، بل کن دیگه. بچه بسا بیا پایی، برو پیش مادرت. بودو خیلی داری اذیت میکنی، چرا این کار رو میکنی؟ چرا من سر صدا میکنی؟ بیا بریم این قضیه رو کردیم، کمتر سر صدا کنی. این دوماد کی میاد پس؟ الهی قربونت برم، دوماد تو هم میرسه. ماما از اون را نگفتم که. بابا عجب آدم هایی هستی شما، دختر که از سر را نیبردم که شما اینقدر واسه شوهر کردنش ذوق زده هستید. یکمی دل سیر رفتار کنید. خواهرمون حجوهیا کمالات نداره که داره، تحصیلات نداره که داره، شغل دمپرکن نداره که داره. شانس باید داشته باشی که نداره. هیچ کدوم از شما سه تا شانس نداری. مادر من اینجوری نگو بابا، این پری دلخور میشه. به جای زن بابا یه ذره اون وجه مادر شوهر بودن تو نشون بده، جای دوری نمیری که. والا اون بچه مادر شوهر بودن فرقی با زن بابایی نداره. خوبه خوب خواهر برادر منو انداختین وسط رو، ولی بخت خواهراتو بستن. دکتر بگو دکتر بیا. دکتر جان من، اینا خانم دکتر اینجاست. چی شده؟ خانم دکتر دستم به دامنه دبیت به پایین قلب شد. مادر شوهر داماد دامنه دکتر، یه مسئله شده به پایین. من چرا این دکتر میکنی؟ من یک بهیار ساده هم. خیلی خوب، اینم یه سوختگی کاملا ساده است. یه بلفز چی شده؟ نه مامان شما اصلا نگران نباش. حقیقتش اینه که مادر داماد گفت به بخور سرد میخوام که منافذ صورتم بسته شه که جوون به نظر بیام. پری خودش رو انداخت وسط و بخور آب گرم رفت کتری آب جوش رو برداشت و برد دستش لرزه ریز رو پای مادر داماد. یا با آبروداری کن، بیه تو مادی چیزی بهش بقال دکتری کن. خواهش چی شد؟ یه چی پوستش که دوری برکه چری چی شد؟ برو چه بنام، برو چه چیه؟ چی شده مادر من؟ چی؟ خانده داشت دکتر رو بفرس با این. به من هیچ ربطی نداره، به من سامان سوختگی در موقعی جایی. دکتر بای کنه بونه، برو ببین خواهران چه دست گلی به آب دادن اون تو. بونه حاجی جانم، تو که قسی القلب نبودی روز عروسی پسرش؟ پاشو یه کاری بکن ببین اصلا فکر کنم روز عروسی خودته. آره قربونت برم، گناه داره عروسیشون به هم بخوره. برو پایین حاجی جانم، داماد اومد. حاجی جانم بیا یه پاهم نماد بشونی از سر و کشو هم بیاد بیچاره. شکافته سره چی کار کردی با خودت؟ چی رو نگاه میکنی؟ آره اینا رو بفرست بگیر جارو شد درمونه نیست. بری بیرون هری برات ببینه. شما کجا بودی؟ چی به سرت اومده؟ چی شده دوباره؟ چیه؟ دوباره رو خوب اومدی؟ چشمت روشن بچت اومده؟ چجور دلت
میاد وقتی بچه همون اینجوری شندر پندر و خونی و زخمی میاد، اون وقت تو وایزی اونجا لغاز بخون. نگران نباش خانوم، این بچه تا هممونو تو گور نبره هیچیش نمیشه. به دلگندگی بابای خدا بیامرزش رفته. شهرام جان قربونه برم، درد داری؟ نکنه ضربه مغزی شده؟ موهاش کردی؟ موهای من چه میدونم، الان با ببرمش بیمارستان ببینیم چی شده، ببریم نشون بدیم. پاشو شهرام، پاشو بریم. چی نشده بابا، خاله گیر نده، خوب میشه خودش. من نمیدونم تو بیمارستان کوفتی چی به شما یاد میدن. برو دوا گلی رو بیار، خودم زخمشو بشورم. دوا گلی؟ میشه یه خواهشی ازتون کنم؟ لطف کنین دست جمعی برین توی اون اتاق، آبروی من رفت جلوی مردم. آبرو؟ پروانه تو توی این شرایط که بچه من داره با مرگ و زندگی دست بچه نرم کنه به فکر آبرو دی؟ الهی به حق این وقت روز سخت مارش که خراب شه رو سر تو آبروت بریزه که به فکر پری و بچهش نیستی. شما امروز صبح سقف این آرایشگاه رو سر من خراب کردی. خوبه پول تو جیبی تو از همین آرایشگاه در میاری. خواهر من پسر شما بادمجون بمه، آفت نداره. بتازونم بتازون، موقع تازوندن ما هم میرسه. بله سینما سه تا چهار رو پایین تره. یالا قربون پسر شاکو شمشه آدم برم. چیه مگه آدم ندیدی؟ نمیشه که دعوا نکن ببینم. وای به خدا اگه مهربان قبول میکرد انحصار دراست انجام بشه میرفتم پشت سرم هم نگاه نمیکردم. میشه انشالله، میشه انشالله. من برم به اینا برسم. اینا یه کاری بکن. آره الان راشم میندازم. خب به سلامتی، مبارک باشه آقا داماد، انشالله خوشبخت باشین. عروستون رو بردارین برین دیگه. بچا ساکتین، این ضبطه چرا نمیخونه؟ بزن دیگه، بزن. مبارک خالی اون اسفند رو دوست کن بیار. یکی نیمه سر یکم کنه عرض خواهی مقابلت چه آقا دست ندم، حالا میام کاری شما نیستش. بابا اون سیمان خوش نشده. یه لحظه برید دو طرف، ببخشید یه لحظه برید دو طرف. چه عرشگاهیه؟ چه مردشه؟ ببخشید بابا، ببخشید آقا عزیزم، دو نفر میان دنبال عروس، نه یه لشگر. همین؟ بله آقا. کجایی؟ بیا اینجا ببینم. بیا اینا رو بزمه کنان. بله یه دار اون بر ببینم. بیا آقا بفرم. بفرم این باشو بفرم. دست ولی نشکسته. نشکسته. یه ذره زیر موش خراش فراش داره. آخه این خونه سر جاش. خونه اومده خوبه. بارش گم میشه. چی شده باز؟ تمام خونه رو همه جا رو خاک گرفته واسه من آرشگر جوری. بابا اینجا رو یه ذره تمیز کن. حالا خودش همش بنایی میکنه ها، گیر داده به این آرشگری من. این باتی قلمی ها کجاست؟ همونجاست. کجاست؟ همونجا که همیشه میذاریم دیگه تو کشو. بابا اینجا باتی نیستش که. چرا خودم گذاشتم؟ اینا رو میگیریم؟ آره دیگه همونه. نه بابا اون باتری قلمی خودمون میخواد. باتری که خودمو خودت نداره، باتری باتریه دیگه. باتری میخوای چیکار؟ بابا ساعت خوابیده. الان وقتی باتری عوض کردنه. خب چیکار کنم بس؟ واسه دیدن اینجا چیزی هست؟ چیو تماشا بکنم؟ به جای این کارا بیا ببین اون پدر سوخته ای که دستش بشکنه چه بلایی سر بچه‌مون آورده. دم شما گرم دیگه، ما هم وایسادیم کتک خوردیم. نه قربونت برم، میدونم تو زدی. لازم نکرد از خونه نوای بیشتر از این بگی. من اومده بودم امروز آشتی کنم. من آشتی ام. به سلامت. اینم که نیم قلم میخوره بهش. آقا سایه سرم. مثل بچه ها میمونن. ساعتی دیگه پروانه خانوم به جای قهر کردن و قنبرک زدن برو یه لباس تازه برای شهرام جونم بیار. چرا من؟ ای داده پاک آبروی این دختره رفت پیش مشتریاش. کف دستم رو بو نکرده بودم که اینجا عروس برون دارین که اومدم دو کلام با اوستا به حرفم.
با این وضع و قیافه دیدی خودتو؟ تو واسه امشبم هیچ کاری نکردی. امشب خبریه؟ نه چه خبری؟ قربونت برم، امشب میری حموم یه صفای میدی، الان پروانه لباس خوشگل برات میاره، میپوشی، میری با دوستات تفریح گردش، دو روز دیگه میای. آخه امروز آقات خیلی عصبانیه. قربونت برم. خبریه؟ چه خبری؟ نه شیرنی میوه میخوای اینم نخوریم؟ تو ظرفای جهاز پری؟ الان مشکلت جهاز پریه یا میوه ها؟ بفرمایید لباساتون. دست درست بهتری؟ آره بابا هیچیم نبود، شلوغش کرده بودن هرکی. میگم شرمنده، من نمیخواستم یه کاری کنم آبرو ریزی شه. باشه میری لباساتو عوض کن. کجا میرم؟ کجا برم؟ مهربان گفت قراره بری. کجا برم؟ اومدی بمونی؟ عیبی داره؟ عیبی که عیبی داره پرمانه، بری بهتره. وضعیت اینجا رو که داری میبینی، اون حیات، اینم اینجا، اینم من، الان همه نگرانن و عصبی. من که خوبم. تو خوبی، ما خوب نیستیم. اعصاب تو دادی اجاره سر بر کرایه میگیری؟ ای خاک خاک میکنی منو وادار میکنی بیام اینا رو پاک کنم. تو از دستای خوشگل پری تیفید نمیاد. خانم بذار من درست میکنم دیگه. حالا این دفعه برات یه دونه از این دستش باغونیا میخوام. من اصلا نمیدونم تو به این حمید چرا پول میدی. اگه قرار نیست کار بکنه من کار کنم، برای چی میاد؟ چم بیرا بابا. داماد هزار تن شواجت خوشت تو بله. چی؟ چی؟ لالمزیه؟ بابا شهرام میگه خونه میمونه. یعنی چی؟ خان داداش میگه فعلا میمونم. نه اون گفت میرم. کی گفت میرم؟ من گفتم برو خونم، جواب نداد. غلط کرده. حالا یادش نبود که خانواده داره؟ حالا درست همین امروز فیلش یاده و هندوستان که خانواده دوست شد؟ میزنم بکنه کمک کن. خواهرت کمک. آخه قربونتون برم، مهربون من. چه کاری بکنه پسرتون؟ این که نمیتونه به پسر خودش بگه از خونه مادرت برو. چرا نمیشه؟ خوبم میشه. بره همون قبرستونی که تا حالا بوده. یه امروز تو بره. این وقتش وابش بعد. مامانی، مامانی. من الان وقتم آزاده، بیه دست به سر رو بکشم. خب بلندتر بگین منم بشنوم. مگه غریبتون منم؟ آبجی جون خورده برده ای ندارم که بخوام یواش بگم. شازده جنابالی و انگاری موش آتیش میزنن که سری به زنگ و سر و کلش پیدا میشه. نه قربون جون، تو جوش خودتو میزنی آبجی کوچیکه. وقتی یه بخت برگشته در این خونه رو زد اومد واسه خواستگاری تو، من به شهرام میگم نیاد خونه مادرش. خونه مادرشه پروانه. من نیومده بودم اینجا همه چی رو به هم بریزم. دل لامصبم تنگ شده بود، به خودم اومدم دیدم تو کوچه آشتی پرونم دم در این خونه. آخر اون سرسوگر تو یه آب میزدی وقتی اومدی ننت خل نکنه پس بیفته. من نوکر ننمم هستم، فدای مامان پری بشم. تو ضعیفی، من نمیخوام کار کنی. دلوی بشکنه دست اونی که تو رو به این روز آورد. نه که پسر تو علیه السلامه بقیه بچه ها بدن. نفرین بکن، نفرین بکن، دستش بشکنه الهی. شهرام جان وضع جیب نیمت چطوره؟ پول بول تو دست و بالت هست؟ مای پایه کم داری؟ نه قربونت برم. بیا من اینا رو از آرایشگری برای تو پس انداز کردم، بذار تو جیبه. مرد هرچی بیشتر پول داشته باشه هرچی قربش بیشتره. نوکرت ها یه روز دستم به دهنم برسه هیکلت و طلا. به قربونت برم، تو خودت طلای زندگی، به هیکلت سر تا پا طلا. دیگه برو با داداشا، با دوستان، برو بازی کن، برو فوت مهمونی بگیر، برو هر کجایی که میخوای بری خوشی کن.
چیچی بابا من آمدم دو سه روز اینجا بمونم. چیچی بمونم؟ آفتاب از کدوم طرف در اومدی که خونه بمون شدی؟ گفتم که دلتنگی. خیلی خوب حالا ننتو که دیدی دلت گشاد شد، پولم چی گرفتی؟ حالا بفرما به سلامت. چتونه امروز؟ چرا همه تون مشکوکین یه جورایی؟ اینجا هیچ که مشکوک نیست، همه عدم توی پیچینه دارن. تو برو یه فکری به حال خودت بکن. آقا اگه چیزی هست به من بگین، من خودیم. بی خودتر از همه خودتی. سایه سرم بچه‌مونه، یه پولم تو بده، راه دوری نمیره. چیه پولت کمه؟ بیا این تمام داراییم 150,000 تومان. نه نه تم که دیدی دلست هم که گشاد شد. حالا بفرمایید. بفرم به سلامت. سیستم دکیشنیه دیگه. یعنی چی؟ اون که بالاخره ما باید بفهمیم اینجا چه خبره دیگه. هیچ حرفی نمیزنید. آب همون گرمه؟ همون دیگه نظافته. آب گرم کن، خاموش بوده، سرده. یه دوش آب سرد میگیرم. ای بمیری تو. الو فری بگو. چی؟ مطمئنی؟ ببین من اگر بیام اونجا چرت و پرت گفته باشی من میدونم تو. خیلی خوب جلدی الان میام. من 3 سوت چلیک میشم سمتت، فقط یه دوش بگیرم جنگی میام. باشه خداحافظ. شهرام سیدی عاشقونی دادا داره گفتمان سالت این بود داره. اگه گرد خاک بود چرا به ما نگفتی؟ ما اینجوری چلاقیم مگه دادا؟ به گوشم رسید؟ به گوش ما رسید. آدرنالین داره از سر و پات میریزه دادا. تو قهوه خونه این توپ ترکیده بود با شیشه اومدی پایین. چیکاره ایم؟ ها؟ چی کاره ایم؟ دادا ماشین زاغسیاشو چوب زدم 1:0. یه دونه گاف صندوق توش بهبهی منتظر منه تو. را بیفشلو. کجا؟ خب صندوق صندوق عقبه؟ آره داداش مطمئن. آره داداش مطمئن. خودمو داداش 3 روز پلک نزدم، یه شیشم به ماشینه، یه شیشم به تلف فروشی. ابزار چی آوردی؟ آچار یه پیشگوشتی یه داداش. چرا اینجوری میکنه داداش؟ همش این توه دیگه بابا. آچی اومدی تا اینجا ماشینا رو تعبیه کردی؟ پلک موتوری آچ تو سرت. چرا؟ بابا اینقدر آدم آویزون و داغون. چرا با چی برگردیم؟ با پیک موتوری همچنان خاک تو سرت. با چی داری اینجوری میکنی داداش؟ داداش یه دونه ماشین 1-2-3 برمیداریم میبریم دیگه. قربونت برم. روشنه رو کرم بفرم. به یک به این نول به بهی میخوای با همین برگردی؟ خوشت میاد اصلا گوشترش اینجور ما ببریم. بفرم. چرا؟ عکس بچهش تو ماشین بود بابا. قشنگ معلومه طایفه مسافرکش دنده صد تای غاز عوض میکنه 2 قرون ده شوی در بیاره واسه زن و بچه. دلش تو کلن امروز از سر لج اومدی یا چیه؟ آقا بفرما. ماشین خلاقانه وطنی را دست سرم هست. خوبه کاملا به بهی. دوست دارم. دوست دارم. حله داده این؟ حله چشاته. خوشت اومد؟ محل قروق دادا تحت کنترل. بفرمشون روخ هم داره عالی. بنده شو بابا جزء موضوع کتاب متاب پشت ماشینه دیگه. خب که چی؟
بابا معلومه یارو دانشجوه دیگه، وسط درس و کلاسش هم میره 2000 مسابقه کشی میکنه، کاسبی کنه پول درس و مشقش درات دیگه. داره گیر آوردی ما رو. آقا زنگ بزنیم پیک موتوری دیگه. بابا ما که نرفتیم دنبال درس و مشق، بذار حداقل یکی مثل این بره، مثل ما نشه تو این خطا نیفته. این چی؟ این خوبه؟ این دیگه خوبه دیگه. واردایی رنگ شمال میکنم. بریم دادا. برو تو کارش. داری؟ محلو داری؟ بریم بلش کن. برای چی؟ بلش کن بیا بریم. پیشکشی توش ها؟ بیا بریم بلش کن. بیا بریم بیا بریم بلش کن بابا. بیا بریم بلش کن. چرا؟ بوتو امروز چته؟ این چه تو؟ کوری اینا اول اومدیم دیدیم که آه هم بهبهی هست. بریم آشو با جاش ببریم. درش بریم. مطمئن نگاه صندوق تو صندوق عقب ماشینه؟ داداش ماما امروز هم مثل همه روزه یکی دنده عقب رفت تو پارکینگ امانتیمونو گذاشت تو صندوق عقبش. این فکر کرده خیلی زرنگه. نمیدونست عقل جنم بهش نمیرسه. ولی به عقل ما رسید. ما؟ یکی به عقل تو رسید بعد تو هم گفتی به عقل من هم رسید دیگه داداش. کجاست؟ ها؟ روزش داداش. خیلی دستو بیار پایین. دستو بیار پایین. ابزارو بده من. داری پیش گوشتی؟ یواش بده، سرمخ بده، نمیفهمی؟ داری بخوای خودم برم؟ بده من. بیادش برو دارم. واقعا دپا کسی نریزه بیرون دو اصلا برو. برو دادم. داداش بی خود نیست بهت میگن شرام سکی دیگه، فکر همه جاشو کردی. بمیری بابا نرگدا، اینه زندگیشو قفل و زنجیر کرده که. داداش منم دمت گرم. چه؟ میزنم شل و پلت میکنم و مردم از ترس. بابا خوشحال شدم اون در واسه گم شما بر ببین کسی میاد یا نه. کسی نمیاد که او چیکار کنی؟ بابا چرا سیریش شدی پیش من وایستادی؟ برو اونجا همسایه ها رو ببین چه خبره، کسی نریزه بیرون. یا بابا نیگه کی بیاد بابا بیا حله برو. سلام علیکم. سلام علیکم. احوال شما؟ حال شما خوب هستین؟ زنده باشین. قربان شما. خسته نباشین. سلامت باشین. در خدمتم. چیزی شده؟ بله نه. این سویچ ماشینم مونده تو حواس پرتیه دیگه، ببخشید. بله. کمک نمیخوام. نه نوکرتم. خدا شما را برادری کم نکنه. دست شما در نکنه، خودم ردیفش میکنم با دوست. کمک خاصی در خدمت. قربون شما برم. خیلی ممنون، محبت داری. انگار اینجا قریب این شما. بله. نه من خونه هم من همین طبقه دوم اینجاست. همین دوم اینجاست. آره بله. که خونه خواهر منه. خواهر منه. زنده باشه ایشالله. اون بریش میشینن. گفته بود اتفاقا خواهرتون خیلی تعریف میکرد. زنده باشی قربون شما. چایی چیزی نمیخوای؟ نه پررنگ اگه باشه خوبه، میشوره میبره. خانم چایی آماده است؟ بله. دست شما در نکن. خیلی محبت میکنی قربون شما. زنده باشی قربون شما. خواهش میکنم. ماشین مال خودتونه دیگه. آره دیگه مال شوهرم من نیست که. دست شما در نکنه. خیلی ممنون. الان میگم بچه‌ها براتون چای. نوکر شما آقا، آقایی میکنی. خیلی ممنونم. زنده باشی. بری رگ بر. اگه من کف خیابون چش تو چش واسه تیزی نکشیدم بهت نکردم. چرا مگه چیکار کردم؟ تا بخواد بره چای بیاره دم بکنه کلیتون بازش کن. بازش. خیلی سیگیشه این هم چایی ده با چایی دنبانه اونه چایی تو پدر مادر بود
درست کن. برو بخوریم. اما زب کردیم جانم مرجان خانوم من دست تو چیکار کنم؟ آفرین چرا داد میزنی؟ من خواهیم هم در بدا نه ببین دود کن تو حسابی آروم میشه برو از این بگیم این برا بچه دود کن این برا همینی که از هر کی بیاد خواستگارید از این به بعد همین آشه و همین کاسه من خواهیم هم در بدا خوشانی بله منم خوردم ولی فکشم آوردم پایین صورتشم کامل ریختم خداشمونی بابا نه ببین مرج الو بابا چرا قطع میکنی دیوونه دادا خواستگار پروندن همینه دیگه آدلانه تو پل رسید سلام دادا علیکه سلام سلام جام سرنگ گل من سرنگ نیستم و توتفنم ببخشید من همیشه این درجات با هم دیگه اشتباه میگیرم ببخشید نمیفهم دردمون خیلی جا داره شما چرا عقب نشستی من حیات دوست دارم دیگه حیات بالکن تو خونمون هم همینجوری هم همش تو بالکن حیات تو اون صندوق آهنی خب چیه که اینجوری بغلش کردی طلا جواهرات الماس سکه به کجا ببرینش ببریم خونه بکنیم دستمون جناب سروان دیوونه است یه مدتم بیمارستان روانی ها بستری بوده دوکرد. مشکل اعصاب و روان داره الان من نیاوردمش جلو به خاطر اینکه خطر داره دیگه بستمش عقب دادم اگه گاوم من میگی بستش عقب البته یه چیز دیگه هم بهت بگم گدا جیبش ته نداره داداش ما اگه اون تو طلا جواهر بود وضعمون الان بهتر از این جملهش خیلی بعبعی بود جام سرو عالی بود از مرکز به تمام وادی گشی که در وقت ما چهار درفشان بله دریافت شد به موقعیت اعزام میشه اوه اوه خدا پشت و پناه تو خیلی شغلتون سخته جان سلام ما چقدر حقوق میگیری؟ این حقوق کفاف میده؟ شما کارمندتون ببندی درکت کنید چه؟ جان سلام بیاد کمک به سلامت نوکرتم بنده باید فریدون جون داده امام هشتون میام پایین دهنتو گل میگیرم آه برای چی داده ببند دهنتو چرا چرت و پرت میگی آخه چرت و پرت نگفتم من یه رفیق دارم میگی که هر وقت میخوای حرفتو باور نکنن راستشو بگو مردشون خودتو رفیقاتو ببرن داده گشنمون آه صد دفعه گفتم یه خلق الله رو یه جوری کوتاه کنیم که خون زندگی خودمون رو موبر نداره چی شده بگیم چی مامان الهی دور سرت بگردم من که آرشگامون طبقه پایینه به این عروس خانم بگو که اصاب شونه دستشه چی دیده من چونه کنم وسط خونه داداش داداش قشنگه؟ هر بابا قشنگه رنگم بهش میاد مبارکه الا بلا بهتره که چشم حسود و بیگانه اصلا ماما مهربون دستای پریوش به هر چی میخوره ها قواره میگیره الان ببین این لبه هاشو گرفتم و شده این آدم حسابیا بخت بشی مادر فقط امیدوارم امشب سر و کله شهرام پیدا نشه اوه پروانه خانم دیر اومدی نخوا زود برو آه
میخوای پسرتو توجیه کنی دیگه غیر اینه؟ آخه تو یه جوری حرف میزنی انگار مثلا شهرام غریبته. بابا شهرام بچه خواهرتونه. بچه برادر. بیا بچه برادرتون. حالا این افتخار مال شما. بچه برادرتون که هست. بده میخوام خواهرم مثل من سیاه‌بخت نشه. آخه گوگوری مگوری من. ماجرای تو با اون فرق. چه فرقی داره؟ خودت هم میدونی که فرق داره. چه فرقی داره؟ شهرام با لج دیگه. کرم از خوده داره بس کنی دیگه. به علی هم گیرده ناراحت نشو. بابا شما چرا دوتاییتون همه چی رو قاطی میکنین؟ شهرام هم مثل من حس ششمش قویه، خودش میگرده میجوره پیدا میکنه چیزی که به درد خانواده نمیخوره اتوماتیکمان به همش میزنه. همین. آره یه نگاهی که آینه به خودش بندازه اون موقع همه چی حل میشه. تو شد یه دفعه پشت سر بچت درای؟ من خانونه اینجورم طرف ناحق باشم. ناحق؟ ناحق؟ آره. حالا یه ناحقی بهت نشون بدم دارم. نشون بده حرفم رو برمیگردم. اونقدر هرسم میگیره از این پدی که بی خودی از شهرام دفاع میکنه که دوست دارم لبو بکوبم به دیوار. چرا انقدر هرس میخوری؟ تک به سرشه دیگه، دفاع نکنه چی کار کنه؟ فکر کن بابا، اوقات تلخی نکن. ببینم تو چجوری تونستی علی رو راضی کنی بعد از اون قشقرق دوباره بیاد خواستگاری؟ با بدبختی. هر بار که هم دیگر تو بیمارستان میدیدیم خب من همش راجع به این باش حرف میزدم دیگه تا راضی شد. خوبی همکار بودن همینه دیگه، فرصت توجیه داری. الهی من قربونت برم. هنوز بهش فکر میکنی؟ من عاشق خونه های قدیمیم. واقعا خیلی عالیه، وقتی آدم میاد توی خونه های قدیمی قرار میگیره روحش تازه میشه. راستش اینو آقای یعقوب پدر خدا بیامرزم با صدیقه خودش داده یه مهمونه. خدا رحمت داره. البته فقط یه ایراد داره، مشکلش اینه که اگر یه شب شما مهمانی برین میایین میبینین دوز همه وقت ابدا اصلا سابقه نداره توی این محل توی این خونه دوزی شده باشه. حداقل 70 80 سال دوزی شده، اونم اوسا بوده که دل منو برده. خانم دو طرفه بوده. اینجا همسایه‌ها مواظب هم هستن. مهربونن. در حال قابل شما رو نداره. منزل خودتونه. واه واه. واه واه. مبارک باشه عروسی خانم. اون با اون عروس خوشگل دوست داشتنی داریم. چه لباس خوشگلی مامان، گیر دادین به لباساش؟ ماشاءالله عروسمون خوشگله، چه چشمایی، خودش هم خوشگله. عروس خانم هم هل داره، نمک و فلفل داره، ماشاءالله به چشم و ابروش دوماد نشسته فلوش. چه دختر خانم خوبی دارین. خیلی ممنون. خواهرمه دخترم. خواهرتونه؟ بله 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 خواهرمه. البته داستانش مفصله، بعدا خدمت شما. نه اتفاقا قصهش خیلی هم نمکه. من خدمت شما عرض کنم، پدر مادر من که با هم ازدواج میکنن، پدر مادر من میاد مادر پدر منو میگیره. یعنی آقا یعقوب. آقا یعقوب من مهربان جونو. اینا که با هم ازدواج میکنن دوتا بچه به دنیا میارن، میشن همون دوتا دختر خانومی که اونجا نشستن. اینا هم عمه های منن هم خاله های منن. خاله عمه بزرگه که 4 سال من بزرگتره، اون کوچیک سوتی سماقی هم که میبینی شیر به شیریم با هم. اینجوری شده که الان چقدر تعریف کردن این چیزاست قربونت برم. اومدم ببینم بذار از اول همه چیو بدونم. نه نه شهرام پری بذار حرف بزنه. واقعیت چی بخوایم، من از مادر خدا بیامرزم یه انگشتر به من هدیه رسیده. اگر اجازه بدین به عروس برادرم هدیه کنم. آه شما در دست. عمو بزرگ ما هستن. خدا بزرگت بده. سالهاست که جای خالی پدرم عزیزم. جیبه رو نگرده بود اونجا. همین بله همینجا. گوشی من نیست. اگه میخواییم به جای تلفن بزنین گوشی هست بیاریم. شما گوشیتون به من نمیدین. خانم تو کیف شما نمیدین؟ نه رمزش همیشه عوض میکن. کی به من گوشی دادین؟ رمز چند حالا؟ اما شاید تو ماشین گذاشتین. کیف منم نیست. کیف شما نیست. درینه تونه. کیف دستیم منم نیست. شاید تو ماشینتون مونده. نه من همین دمه در من با گوشی داشتم صحبت میکردم. قبل از که تشریف بیارید اینجا جای دیگه نرفت؟ نه اتفاقا ایشون داشت شیرینی برو
اون تو من مطمئنم که تو این خونه است گوشی مطمئنم تو همین خونه که اتفاقی افتاده من نمی‌دونم شما نکنید من مطمئنم چون دم در من داشتم با گوشی صحبت می‌کردم فدای سرتون بابا مال چرک دست حالی بشین بریم سر حد من از این خونه بیرون نرم یعنی چی آقا من وجود دم بیسم ذاتم نه آقا یعنی چی من مگه دم در من با گوشی صحبت نمی‌کردم چیزه من دلم این سیر و سرکه داره میجوشه میدونی چرا؟ آخه چیزه من به علی گفتم شهرام ایران نیست که قبول کرد دوباره بیاد خواستگاری یعنی جرأت کرد دوباره بیاد خواستگاری میگم اگه بفهمن دروغ گفتم خب خیلی بد میشه با اون بلایی که شهرام سر خانواده و خودش آورد حق داره به ترس بنده خدا آجی جون گفتی میای چیز کنی میای زودتر الان میرسن ها نزن ها؟ نزن دارم میبینم پور نیستم که برو آخو برو برو باقی داباد بذارش اینجا دادان بری ها بذار من برم تو این دره رو واکن من ماشین رو تو نمیارم ماشین دوزی تابلو معلوم میشه برو رفیقت هم ببن من حوصله ندارم نه پاشمونو ببینم رفیقم کیه؟ رفیقت سگه رو دیگه بابا بابا تو از اون سگه میترسی شهرام سیفی بابا من اصلا حال نمی کنم با اون برو سری میخوام برم خونه استاینا کار دارم او کجا داری میری بابا ماشینو بردار بیار تو بریم اینجا اینو باز کنیم ببینیم چی توشه اینو فردا باز میکنیم میریم پیش ناصر خان بازش میکنیم فردا من دیوونه میشم آقا من نمیشی آقا صبر کن دیگه بابا جون من تو فقط مطمئنی که همه ویترینو خالی کرده این تو تو دوباره ما رو یه دستی گرفتی فکر کنی ما آفتابه این آره دیگه سر این کل ویترینو خالی کرده باشن این تو چه حالی میده کلش طلا جواهر من نبه و نتیجه من لنگ میندازن رو لنگ استراحت میکنن حال میکنن میدونی میخوام چیکار کنم میخوام یه مکانیکی نه یه گاراژ یه گاراژ میخوام بزنم که توش مکانیکی باشه صافکاری باشه نقاشی باشه تعویض روغنی باشه کارواش هم باشه یه باقی هم واسه بابا ننم بگیرم آخر عمری برن اونجا راحت زندگی کنن یه شاسی بلند مسی هم میخوام بگیرم دست مرجانم بگیرم بریم سر زندگیمون چه؟ ها؟ چی؟ نه داشتم به این فکر میکردم که یه چیز جای گذاشتی یعنی که فکر میکنم باید یه دونه استنبولی هم بگیری یه خورده چوب هم بریزی توش آتیش روشن کنم من کنارش بایستم دم اون گاراژه چهار تا سیگار بفروشم دیگه هر حال تو اونجا رو داری نداره به سهم تو هم میرسی ما اصلا هیچی نگفتی گفتی این کارو بکنم اون کارو بکنم به سهم تو هم میرسیم دیگه حله بلش کن دیگه فقط اینو بردار ببر تو من میخوام برم خونه اوساینا تو گیر داری بری من امشب باید برم ببینم چه خبره اینا خیلی بد منو پیچوندن من رو دلم مونده باید برم تحتوشو در بیارم داشت نرو ویلکام چرا؟ بابا یه دفعه بلند میشی میری اونجا درگیری دوباره میشی اصلا داستان میشی بابا درگیری برای چی؟ بابا اون یارو که انداختش تو قوطی دی بابا اسم اونو نیار گفتم حالا ما یه کاری کردیم تموم شد رفت چشم این بر نمیداری یا میشه ناموس رفیق آدم به ناموس رفیق نه هیزی میکنه نه چشم داره فهمیدی؟ مثلا نگاه نمی کنم چشم میبندم تمام. اگرم دوز برد برد نه نمیبره فردا میری پیش ناصر خان حلش میکنی فردا برو اینو Thank you.
بسا جان منی، نیمه ی پنهان منی، در دلم آرام ندارم. من زخم نمگیر تو هم، عبر مدل گیر تو هم، در خودم آرام ببارم. عشق تو دارم در دل و جانم، دلگیر شدی زود بگو تا Nature.